خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرج هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. 35 سال همیهنان گرامی، یا حالا 34 سال، از بختک جمهوری اسلامی میگذره. در عرض این 35 سال یا 34 سال، در این حکومت جهل و جنون و ملک و طوایفی، هر کس میتوانه صبح که از خواب بیدار بشه یه قانون جدیدی رو، اگر چنانچه جزء امام جمعه ها باشه و نمیدونم جزء به اصطلاح نماینده رهبر در شهرستان یا استانی باشه، یا معاون نیروی انتظامی باشه، یا یکی از این سرداران قلابی سپاه پاسداران باشه، فرق میکنه، یا بسیج، یا نماینده مجلس، وزیر، وکیل، همه اینا هر کدومشون میتونن صبح که از خواب بیدار میشن، اگر چنانچه مایل باشن یه قانون جدیدی رو بر قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی اضافه کنن. آخرین تصمیمات که گرفتن راجع به این حیوانات خانگیه. عده زیادی برای من ایمیل میزنن، تلفن میکنن که ما تو اتومبیل بودیم، این گزمه های رژیم آمدن جلوی اتومبیل ما رو گرفتن، سگ کوچولو ما رو نمیدم، سگ مورد علاقه ما رو از تو اتومبیل با توحش و وحشیگری و خشونت گرفتن بیرون و پرت کردن توی اتومبیل دیگر و به ما گفتن بری. هر چی اعتراض، گریه، زاری، محاله، گوش نکردن. و بعد نشون میده که این حیوانات زبون بسته رو بردن در یک جایی نزدیک کهریزک، همه رو یا کشتن و یا در یک محیطی با وضع فجیع اینا رو نگه داشتن که اکثرشون هم میمیرن. شنیدید در خبرها که در رفسنجان، یه شهری که فقط 180 هزار نفر جمعیت داره، همین چند روز قبل در یک جشن عروسی و یک جشن دیگری، دو تا جشنی که در این شهرستان برگزار شده بود، حدود 500 نفر آخرین گزارش ها، نه گزارش های رسمی که میگه 280 نفر، حدود 500 نفر و شاید هم بیشتر، از اینا ناراحتی کلیوی پیدا کردن، کور شدن و چند نفر هم تا به حال مردن، که تعداد مرده ها، کسانی که در اثر خوردن این مشروبات فوت کردن، 40 نفره، ولی خود رژیم میگه او 8 نفر 7 نفر. و سعی کردن که اصلا این رو روش صحبت نکنن، تبلیغ نکنن، که مبادا مردم شهرهای دیگه متوجه بشن که در جمهوری اسلامی مردم در یک شهرستان کوچکی مثل رفسنجان حدود 500 نفر در اثر خوردن مشروبات کور شدن و نمیدونم کلیهشون خراب شد و ناراحتی های دیگه پیدا کردن و حدود 40 نفر هم مردن. اول گفتن مسمومیت، نمیدونم نوشابه‌ای و از این حرفا، ولی این نشون میده همیهنان گرامی 35 سال بختک جمهوری اسلامی با همه توحشش نتونسته مردم ما رو بیاره به اون رایی که اونا دوست دارن. نمونه های دیگه شو میبینین، حجاب اسلامیشون. به محض اینکه هواپیما از ایران خارج میشه، میدونید که همه میریزن این چارغتا و روسریا و این چادرای بردگی و بندگی رو از سرشون بر میدارن و مثل همه آدمای متمدن خودشون آرایش میکنن، میان میشینن. در داخل ایران همه کوشش رژیم برای سرکوب زنان شجاع میهن ما، برای اینکه اونا رو بیارن توی این چادرهای نمیدونم احمقانه که فرمش هم توی تلویزیون و نمیدونم رسانه های گروهیشون تبلیغ میکنه، موفق نشدن همیهنان ایران. نتوانستن در عرض این 35 سال زنان میهن ما رو وادار بکنن که چادر سرشون بکنن یا قیافه های سیبیلوی
خواهران نمیدونم چی چی کمانده ها رو میگن بهشون، اینا رو وادار بکنن به این کارهایی که خودشون میخوان. فاطمه کمانده ها، بله، همه یک کوششون رو به کار بردن ولی موفق نشدن. 35 سال سرکوب مردم در ایران، نتیجهش این شده که مردم در برابر تاکتیک‌های احمقانه و سبعانه اینها راه‌های جدید مبارزه پیدا کردن و گوششون بدهکار نیست. همه وسایل تفریح رو از بچه‌ها و جوانای میهن ما گرفتن. شما اجازه ندارید در منزلتون پارتی بذارید، اگه پارتی بذارید میریزن میگن اینا شیطان پرستن. اجازه نمیدن به شما که از کامپیوتر استفاده کنید. دور کامپیوتر اینقدر کند کردن که شما برای اینکه یه چیزی رو بردارید برای کسی بخواید بفرستید باید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بشینید تا بتونید یه خبری رو بخونید یا یه خبری رو برای کسی دیگه ایمیل کنید. در سینما دخالت کردن یه عده آدمای عقب افتاده مثل سلحشور، شریفینیا، نمیدونم یحیایی که حیایی نمیشناسم اینا رو زیاد، فقط این قیافه‌های این چند نفر کاملا مشخصه. بعد شورجه و نمیدونم اون مسعود دهنمکی و اینا رو به جای بهترین کارگردانانی که در سطح جهان معروفیت دارن مثل جعفر پناهی، نمیدونم اصغر فرهادی، اینا جای اینا، مجیدی، جای اینا میخوان به مردم غالب کنن. تئاتر دائما دخالت میکنن در کارهای تئاتری و دائما میگن که از تئاتر باید در خدمت انقلاب، یعنی در خدمت آخوندا استفاده بشه. موسیقی شما در جهان پیدا نمیکنید یک حکومتی رو که ساز رو نشون نده، فقط خواننده رو نشون میدن. میگن نشان دادن ساز در اسلام حرامه، ساخت ساز حرامه، تعلیم ساز حرامه، ولی میبینید که کسی گوشش بدهکار نیست. هزاران نفر از بچه‌های میهن ما در حال تعلیم آلات مختلف موسیقی هستند و گوششون بدهکار به این ملاها و روزخانه‌ها نیست، چون میدونن اینا عقب افتادن. در نقاشی همینطور، در نمیدونم هر هنری، هر هنری که در همه دنیا مرسومه و از زیبایی برخورداره به نظر این روزخانه‌ها بده و براش فلسفه و آیه دارن، روایت دارن. همین حیوانات خانگی بودن که در جنگ بین‌المللی دوم وقتی در آلمان میلیون ها نفر آلمانی در جنگ کشته شدن، میلیون ها نفر آلمانی اسیر شدن در اتحاد شوروی، اسیر شدن یا در کشورهای دیگه به دست متفقین. فقط این حیوانات خانگی بود که خانواده های آلمانی رو حفظ کرد، زنای آلمانی، و علاقه اونها به این حیوانات بود که علاقه اونها رو به زندگی جلب کرد. ولی برای یه ملا و یه روزخان، یه آدم عقب افتاده، سگ نجسه، باید سگو کش. میبینید این چه، نگاه کنید سگای مردم میگیرن چه کار میکنه، نگاه کنید این بالای کاریزک اینجوری کشتن حیوانات رو، نگاه کنید با این چماق میزنن تو سر این حیوان یا از اون بالا تیر میزنن تو مغز حیوان. اینا خودشون اسم حیوانات بد درفته، ددمنشتر از این آدم ها پیدا میشه؟ مشوارم که ببینید نتیجه این سیاست‌های غلط اینا باعث شده که مردم برن خرید مشروباتی که اکثرا غیر بهداشتی و غیر طبیعی درست میشه. در هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنید اینا دخالت‌های بی‌معنی و احمقانه کردن و این دخالت‌ها سبب شده که هم زندگی رو بر مردم سخت گرفتن و هم اینی که اینا آزار دارن، بیمار این هستن که آدم ها رو با خودشون مخالف کنن، ناراضی تراشی بکنن. یک مورد شما بیاین بگید که اینا دخالت نمی کنن. یک مورد
باهایی ها رو میگیرن، میکشن، زندانی میکنن، شکنجه میدن، زندگیشون رو به هم میریزن. هموطنان باهایی ما، ده ها هزار نفر باهایی رو که وطن پرسترین آدم ها هستن، بیشترین خدمات رو به مملکت کردن. یهودی ها رو همینطور، زرتشتی ها رو همینطور، سنی ها رو همینطور، دراویش رو همینطور. ببین اینا بیمارن، اینا بیمار آزاردهی هستن. نگاه کنید الان 4 سال این مرده که روزخان بزرگ داره تبلیغ میکنه که نهمه نمیدونم دیماه مردم ریختن تو خیابون، به ما، به جمهوری اسلامی رأی دادن، رأی اعتماد دادن، بیعت کردن با ما. 100,000 نفر جمع کردن تو میدان آزادی، کردن چندین میلیون. نگاه کنید به این فیلم، دیدید از صبح تا حالا، بازم ببینید مراسم تشییع جنازه آقای آیت الله طاهری در اصفهان. این فقط در اصفهان بوده، ببینید چه خبره. ملاحظه کردید همینان گیرم، این تشییع جنازه آیت الله طاهری، یکی از آیت الله هایی که مخالفت کرد با رفتار ددمنشانه این روزخان بزرگ، همین این جریان باعث شد که مردم به او تمایل پیدا کردن، بهش محبت. آدمی که قبلا یکی از طرفداران انقلاب اسلامی بود و یکی از طرفداران همین مردک روزخان بزرگ بود، ولی روش های او، سبوییت هایی که نشون داد و قدری مردم را آزار دادن. این اصفهان پایگاه اسلامی ها بود، اگه یادتون باشه، اکثر فرماندهان سپاه، اکثر این بازجوها، اکثر کسانی که در رژیم جزو زندانبان ها بودن اصفهانی بودن، ولی حالا همین اصفهان پایگاه شده، پایگاه درجه اول مخالفین رژیم شده، نه فقط در اصفهان، در تبریز، در مشهد، در تمام کلان شهرهای ایران، در حالی که مردم در فقر و بیچارگی دست و پا میزنن. یه فیلمی رو من دیدم در لبنان که من حیفم آمد این فیلم رو شما نبینید. میلیون ها دلار خرج کردن در لبنان برای اینکه آثار خرابی هایی که در اثر جنگ اسرائیل با لبنان پیش بود، بمباران های شدیدی که اسرائیل کرد چند سال قبل، اینا رو از بین ببرن. نگاه کنید شما به این فیلم و ببینید که اینا چگونه ثروت‌های مردم ایران رو غارت کردن و می‌بخشن به تروریست‌های دنیا. نگاه کنید این فیلم. پارک ایران در مارون و رأس، جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی‌نظیر است. درست بر لب مرز اسرائیل قرار دارد و از جمله امکانات تفریحی این پارک تماشای اسرائیل از نزدیک است. حتی رفت آمدهای ارتش اسرائیل را هم از اینجا می توان دید. این پارک را 2.5 سال پیش محمود احمدی نژاد افتتاح کرد، تنها رئیس جمهور ایران که تصویرش در این پارک نقش بسته. این پارک اما کوچکترین ردپای ایران در بازسازی لبنان جنگ زده است. اینجا زاهیه، حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود. اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده. حاصل تلاش ایران.
نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. ایران کوشیده فعالیت خود را به مناطق شیعه نشین محدود نکند. اینجا تنورین است، در کوهستان‌های شمال لبنان، با گواراترین آب در سراسر کشور. این منطقه 100% مسیحی نشین است. ایران می‌خواهد اینجا سد بسازد، اما سیاستمداران مسیحی مخالف ایران اهالی محل را علیه این اقدام برانگیخته‌اند. لازم اول شی الکن انو نحنا. اول باید بهتون بگم که ما ضد ایرانی نیستیم. برعکس، بیشترین احترام را به ایران به عنوان یک امپراتوری و تمدن می‌ذاریم که تأثیر زیادی بر تمدن و فرهنگ و زبان عربی ما گذاشته. مشکل ما با کشور ایران نیست، بلکه با اونهایی که در ایران سعی میکنن در لبنان دخالت کنن و کل کشور رو تو دستشون بگیرن. ما فکر میکنیم که در آینده چنین خواهد شد. ایرانی ها خیلی خوش اومدن، ما ضد ایرانی ها نیستیم، اما ما ضد اونهاییم که میخوان بیان بافت جمعیتی اینجا رو به هم بریزن. مردم اینجا همه یک دست هستن، ولی اونا میخوان بیان ما رو مستعمره کنن و اینجا رو بخرن و توش ساکن بشن و تعدادشون زیاد بشه تا اینکه 10 سال دیگه بشن اکثریت اینجا. به خصوص که پشت این منطقه بلبک و دره بقا هستش که میدونیم مردمش چه کسانی هستن. ما میخوایم هویت منطقه خودمونو که کوهستان مارونی هاست حفظ کنیم. ایران میخواد این کوههای استراتژیک رو تو دستش بگیره تا به دریای مدیترانه مسلط بشه. دریا هم از اینجا فقط 20 کیلومتره. بیان سلاحاشونو که هزاران کیلومتر برد داره بذارن اینجا. اسلحتون بطال بطال الاف کیلومتر. اما بیشترین نمود حضور ایران در لبنان حزب الله است، جریانی شیعی که پشتیبانی ایران از آن نیروی نظامی ساخت که در ایستادگی در برابر اسرائیل از همه ارتش‌های عربی موفق‌تر عمل کرد. یعنی هذا نحن مبخرة لنا ان نقوم بكل ما. این مایه افتخار ماست که با همه اون چیزی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و مستضعفین علا المستکبرین. در عمر جمهوری اسلامی تغییر دولت‌ها و فراز و فرود جناح‌ها در ایران هیچگاه در سیاست پشتیبانی از شیعیان لبنان و کیفیت آن تغییری پدید نیاورده و این یعنی سکان سیاست ایران در لبنان در دستهایی فراتر از آنیست که نامش از صندوقهای انتخاباتی بیرون می آید. ملاحظه فرمودید میلیون ها دلار همیهنانی دارم، میلیون ها دلار. این جمهوری اسلامی به برادران ضد استکبار لبنان یعنی حزب الله کمک کرده تا از اینها نیروی به وجود بیاره که در برابر اسرائیل به اصطلاح مقاومت بکنه. بعد در وقایعی مثل جریان سوریه همطور که ملاحظه میکنید نیروهای حزب الله پا به پای ارتش ضد مردمی بشار اسد داره مردم سوریه رو سرکوب میکنه. شما در هیچ کجای دنیا دیدید که یه دولت خارجی بیاد میلیون ها دلار به یه حزب سیاسی کمک بکنه، از اون حزب سیاسی در اون کشور یه نیروی نظامی عظیم به وجود بیاره که این نیرو علاوه بر اینی که در مرزها با ارتش اسرائیل میجنگه به بشار اسد کمک میکنه برای سرکوب مردم، در داخل خود لبنان تا یه اتفاق میفته نیروها میریزن در برابر ارتش و مقاومت میکنه. شما فکر کنید در داخل ایران اگه 2 تا اسلحه یک کشور خارجی به 4 تا مخالف بده اینا چه کارهایی که نمی کنن.
ولی در لبنان به خودشون اجازه میدن میلیون ها دلار پول بدن به یه حزب سیاسی و اونا رو تبدیل بکنن به یه ارتش مدرن، کاری که با حماس هم کردن در غزه. و میبینید که در چند روز گذشته، حالا بحثش امروز پیش میاد، در چند روز گذشته حماس زد زیر کلاه جمهوری اسلامی، رفت ساخت با کسای دیگه و رهبرانش هم گفتن روابط ما با رژیم ایران بحرانی شده، پولا رو گرفتن میلیون ها دلار. اما امروز رئیس روزخانه‌ها در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی کرد، باز دوباره همون اراجیف قبلی، اینی که مردم طرفدار ما هستن، اینایی که میگن نمیدونم مردم مخالفن، اینا بیان ببینن سر انتخابات که میشه مردم چجوری با هیجان میان سر مواقع مختلف. نمیدونم اجازه بدید متن گفتش رو بگم. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته آن کسانی که فکر میکنن در این کشور اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، یادشان رفته که 34 سال است که هر سال در 22 بهمن در همه شهرهای این کشور جمعیتی عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون آمده و مرگ بر آمریکا میگویند. آقای رئیس روزخانه، همین الان دیدی در اصفهان میگفتن مرگ بر دیکتاتور؟ این نیرو عظیم نیست؟ ده ها هزار نفر امروز گزارش خبرگزاری هاست در اصفهان آمدن بیرون و مرگ بر دیکتاتور. تو یک روز فقط اجازه بده به مردم، یک روز بدون سرکوب، بدون ناراحتی برای مردم، مخالفین اجازه بده بیان بیرون. اینو بارها من گفتم، یک روز فقط تا ببین چه خبره. این نیروهایی که میارن اونجا وقتی که سخنرانی میکنی همه عربده کشی میکنن، اینا دستوری هن. اینا رو بهشون پول میدن، ولی یک روز مثل مردمی که در اصفهان کتکشون زدن، نمیدونم عدهشون هم ممکنه دستگیر بکنن در بعضی جا، البته امروز نیروی انتظامی رفت کنار، ولی مردم میرن پای پیاده با همه ناراحتی ها جمع میشن برای مخالفت با رژیم. امروز هم گفته که من فقط یه رأی دارم و هیچ کدوم از این کاندیدارم ازشون دفاع نمی کنم، هیچ کس هم نمیدونه من از کی، هر کس هم میگه اگر من از فلانی دفاع میکنم بی خوده، نظر من به کسی هست بی خوده، خودش هم میدونه مسخره صرفاش. مملکت رو کاری کردن که چشم همه به این روزخانه بزرگه، چون همه دستگاه ها در اختیارشه. نمیدونم این فیلمش هست نشون بدیم یا نه، که نشون میده آقا نشسته سخنرانی میکنه، بقیه هم مثل بوز اخفش نشستن حرفاشو گوش میکنه، همیشه نصیحت میکنه. منبر یه مجانی گیر آورده آقا. بعد هم این دوروریا، ببینید این رئیس دفترش اون مردک 200 کیلویی محمدی گلپایگانی چی گفته؟ گفته که اجازه بدید براتون بگم که چه سخنرانی کرده که اصلا باعث تعجب همه گفته که آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری از قاریان 75 کشور، اینا پول این مردم بیچاره ایرانو، مردم بیچاره که البته چه عرض کنم، مردم مظلوم ایرانو پول میدن به این قاریان قرآن از 75 کشور، پول هواپیما به اینا میدن، نمیدونم میان ایران هتل براشون میگیرن، اقامت چند روزه، بعد براشون کادو میخرن، اینا میان قرآن میخونن، مسابقه بین اینا، یه نفر دو نفر سه نفر انتخاب میشن، بقیه برمیگردن. در مراسمی که تشکیل شده بوده این آقای گلپایگانی، ببینید چی گفته. محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری از قاریان 75 کشوری که به ایران آمدند خواست پس از بازگشت به کشور خود بگویند در ایران فساد، فحشا و بیهجابی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، آقای محمدی گلپایگانی در مراسم افتتاحیه 30 دوره بین‌المللی مسابقه بین‌المللی قرآن خطاب به قاریان شرکت کننده در این مسابقات گفته شما می توانید حقایق ایران را بازگو کنید. آخه مثلا یه آدمی که اومده تو مسابقه قرآن شرکت کرده بره چی بگه؟ این چه شخصیتی که میتونه جذب کنه دیگرانو؟ اینا اکثرا به اسم قاریان قرآن میان دورهای تعلیماتی تروریستی میبینن.
گلپایگانی خطاب به این قاریان گفت شما در سفر به ایران از حقایق آگاه شدید و اینها رو بازگو کنید که در کشور ما بی‌اجابی وجود ندارد. مراکز فساد و فحشا وجود در هر چه هست دعوت به خداست. به افسود که همه مراکز فساد و فحشا که قبل از انقلاب وجود داشت به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر فقید اسلامی و مقام معظم رهبری بسته و به جای آن معارف و مراکز قرآن حاکم شده. ملاحظه کردیم؟ بعد همینایی که این حرفا رو میزنن دیدبان حقوق بشر امروز بیانیه صادر کرده و در اون بیانیه نسبت به قانون تازه جمهوری اسلامی که مجازات سنگسار رو، این مجازات وحشیانه و غیر انسانی رو که بار دیگر اومده در قوانین جمهوری اسلامی چون اون چرتی های شورای نگهبان مخالفت کردن از این که اونا خط بزنن، اعتراض شدید کرده. سازمان حقوق بشر که در دفتر آن در نیویورک آمریکاست قانون مجازات اسلامی را ناقض ابتدایی ترین حقوق بشر خوانده و به وجود مجازات سنگسار در آن شدیداً اعتراض کرده. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته مقام‌های ایران با اصرار ورزیدن بر حفظ سنگسار در قانون مجازات اسلامی ثابت می‌کنند که در رأس یک سیستم قضایی کیفری فرمان می‌رانند که بر پایه وحشت، شکنجه و بی‌عدالتی استوار شده. اینی که ما 32 سال، 34 سال می‌گیم، شما هستید که هنوز متوجه نشدید. بله، دولت امریکا امروز قوانین جدیدی رو به مرحله اجرا گذاشت که 27 شرکت مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام که جزء این مؤسساتی که رهبر روزخانها فرمان برش میبره، همه اینا رو شامل تحریم‌های جدید کرده و گفته که این شرکت‌هایی که اینا درست میکنن به اسم نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام، همه اینا برای دور زدن این قوانین تحریمه و جلوی اینا رو بعد از این خواهیم گرفت. اما هم رهبر روزخانها و هم مردک احمد خاتمی، اون که چشمای وقیحی داره و مرتباً هم حرفای میزنه مثل اون علم الهدا، اون امام جمعه عقب افتاده مشهد، گفته این قابل توجه کسانیست که هی میگن آقا ما بایستی در انتخابات شرکت بکنیم و رأی بدیم به کسانی که وضعیت رو بهتر بکنن، از جمله آقای روحانی، از جمله آقای عارف. ببینید چی میگن. میگن هر یک رأیی که حتی مخالف جمهوری اسلامی به صندوق ریخته بشه، این تایید نظام جمهوری اسلامیه. هم رهبر روزخانها گفته و همین احمد خاتمی. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته هر رأی در انتخابات رأی به نظام است و ماجرای فتنه 88 ماجرای ولایت ستیزی بود. او گفته در هر رأی در انتخابات رأی به نظام است و چیزی که برای نظام مطرح است حضور با شکوه مردم در انتخابات است. همیهنان گرامی، برای اینکه به اینا ثابت بکنید رأی به نظام نمیدید و این نظام مورد تنفر شماست، نباید در انتخابات شرکت کنید. شرکت کنید که چی کار بکنید؟ چه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنید؟ رئیس جمهوری که باید تابع این مرده که روزخانه بزرگ باشه به چه درد اون مملکت میخوره؟ بعد نائب رئیس مجلس آقای محمد رضا باهنر گفته که حضرت آقا یعنی رئیس روزخانه در زمان رهبریشان از رؤسای جمهور شانس نیاوردند و انشاءالله چهارمین رئیس جمهور خوب باشد و نظرات مقام معظم رهبری را در نظر بگیر. تو رو به خدا نائب رئیس مجلس رو ببین، آقا میگه رؤسای جمهور شانس نیاورده، یعنی نوکرای خوبی نبودن. بیلد یک بیلد سغندر. آخه اون
رئیس روزخانه ها، یه همچین نایب رئیس مجلسی رو میخواد و یه همچین رئیسی هم مثل آقای علی لاریجانی، همچین طبیله مجلسی هم میخواد که میگن رئیس جمهور باید نوکر، حتی اون دلغک احمدی نژاد هم نتونست این مرده که روزخان بزرگ رو تحمل بکنه. بعدم یکی دیگه شون گفته نامزدها نباید از فتنه‌گران تعریف کنن، همون حرفی که در اول گفتم، یعنی صبح که بیدار میشن فرمان جدید. همینطوری من در برنامه دیشب هم میهنان گرام یه فیلم از وقایع ترکیه نشون دادم و بحثی راجع به ترکیه با دکتر مصطفی دانش داشتیم که بحث جالبی بود. من امروز تصمیم گرفتم این بحث رو و این فیلم رو بار دیگر برای شما نشون بدم. توجه بکنید به این فیلمی که مربوط به ترکیه است و توجه بکنید به گفتگویی که من با دکتر مصطفی دانش دیشب در برنامه خودم در تلویزیون پارس انجام دادم. طرح تبدیل این پارک به یک مرکز خرید به آتشی در خرمن رجب طیب اردوغان تبدیل شده، ولی نخست وزیر ترکیه تصمیم گرفت به جای لغو طرح پلیس را به جنگ معترضان بفرستد و نشان داد قصد عقب نشینی ندارد. هر جای دنیا که برید دولت جلوی اینجور حرکت ها رو میگیره، ما هم داریم همین کار رو میکنیم. با بالا گرفتن تنش و گسترش نارامی به شهرهای دیگر، معترضان نشان دادن نه تنها قصد پاپس کشیدن ندارن که حالا خواسته بزرگتر دارن. طیب گیدیجک، طیب یا طیب رفتنیه، کارش تموم شد، همشون میرن. آقای اردوغان هم مثل بسیاری از دیگر رهبران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، زمانی عضو حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان بود. 11 سال پیش بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس، رجب طیب اردوغان نیازمند دست یاری عبدالله گل بود تا یک سال بعد با تغییر قانون بتواند به مجلس راه پیدا کند و نخست وزیر شود. 4 سال بعد با حمایت آقای اردوغان، عبدالله گل به جای احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه شد. حالا بسیاری گمان می‌کنند آقای اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی و سپردن اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری، دفتر نخست وزیری را به مقصد کاخ ریاست جمهوری ترک کند. در یک دهه زمامداری آقای اردوغان، چرخ اقتصاد ترکیه آرام آرام به راه افتاده و رونق گرفته. تورم از 100% به کمتر از 10% رسیده و فعلا رشد اقتصادی ترکیه از همه اروپا سریع‌تر است. در سیاست خارجی هم ترکیه در دوران زمامداری آقای اردوغان تلاش کرده نقش پررنگ‌تر در منطقه و دنیا بازی کند. از جمله تلاش کرد با همراهی برزیل طرحی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران پیدا کند، طرحی که با همه لبخندها بی نتیجه ماند. در ابتدای دوران زمامداری آقای اردوغان، بشار اسد با او رابطه خوبی داشت و پس از حدود 6 دهه یک رئیس جمهوری سوریه به ترکیه سفر کرد. ولی با بالا گرفتن درگیری دولت و مخالفان در سوریه، نخست وزیر ترکیه یکی از اولین رهبرانی بود که خواهان کنار رفتن آقای اسد شد. برخلاف گذشته، ترکیه دیگر متحد بیچون و چرای اسرائیل هم نیست و این را آقای اردوغان با ترک اعتراض‌آمیز میزگردی با حضور شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نشان داد. در بازگشت هوادارانش از او مثل یک قهرمان استقبال کردند، اما مخالفانش او را پوپولیست خواندند. برای دهه‌ها ارتش بیشترین تأثیر را در صحنه سیاست ترکیه داشت، ولی حالا نظامیان هم میگویند دوران کودتا علیه دولت‌های منتخب به پایان رسیده. از نگاه مخالفان، آقای اردوغان رقبایش را یکی یکی کنار زده تا حاکم بلا منازع بازی سیاست در ترکیه باشد. همین است که مخالفان می‌خواهند جلوی پیشروی بیشتر او را بگیرند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. خب عمیانان گرامی، ملاحظه فرمودید که اینا هم همون کاری که در ایران کردن، یعنی با این ماشین آپاش زد به یه نفر از این تظاهرکنندگان و انداختش و مردم ریختن او رو دورور ماشین و ماشین رو اشغال کردن. دکتر دانش، درود بر شما. سلام آقای ولی. دکتر دانش، ملاحظه کردید که این تظاهرات ادامه پیدا کرده، حتی دیشب و امروز هم
این تظاهرات ادامه داره و توی میدان تقسیم هنوز جمع شدن. درست جریان میدان قاهره پیش اومده، یادم رفت اسم میدانی چی بود، تحریر. بله، در هر صورت میبینید که اوضاع در ترکیه هم اونطوری که آقای اردوغان تصور میکرد نشد و در اونجا مردم نارضایتی خودشون رو به خصوص جوانانشون دادن، ریختن تو خیابونا. شما آزار چی دیدید؟ ببینین، اردوغان چند اشتباه بسیار بزرگی در این چند سال اخیر کرده. بگذاریم از اقتصاد و شکوفایی اقتصاد و در واقع قولی که اردوغان داد برای دموکراسی در داخل کشور، ولی اشتباهات بزرگی کرده. من شروع از این میکنم که در دو روز پیش اردوغان یک جمله رو میگه. میدونین که در انتخابات قبل، در انتخاب پارلمان، اردوغان یا حزبش عدالت و توسعه در حدود 50%، یعنی در واقع اکثریت مطلق بود، اصلا 50 خورده. ولی در چند روز پیش با آمدن بیش از 1 میلیون مهمه جمعیت در واقع فقط استانبول به میدان تقسیم، اردوغان چنین مطرح میکنه که نگذارید من اون 50% از مردمی که میخوان وارد میدان بشن بر علیه شما، به اونا اجازه بدن وارد میدان بشه. یعنی توجه بکنید، همون حرفایی که خمینی در ایران میزد، همون حرفایی که مستبدین در کشورهای دیگه میزدن، اردوغان اینو تکرار میکنه. اردوغان چند اشتباه بزرگی به نظر من کرده. یکی از اشتباهاتش اینه که در واقع با شیوه دیکتاتوری میخواد در این کشور حکومت بکنه و مردم ترکیه دیگه اینو نمیپذیرن. مردم ترکیه آزادی میخوان، آزادی اندیشه، آزادی تفکر و اینکه بتونن در خیابونها بر علیه دولت حتی تظاهرات بکنن. ولی اردوغان چنین مطرح میکنه که پای صندوقای رأی برین شما نظرتون رو بگین، که آقای گل دیشب در جواب اردوغان میگه که نه، مردم حتما نباید پای صندوقا برن، مردم اجازه دارن که به خاطر دموکراسی در تظاهرات هم شرکت بکنن. یعنی رئیس جمهور میگه، رئیس جمهور آقای عبدالله گل این حرف رو میزنه. میدونی که عبدالله گل میخواست از کار بندازه کاملن. یعنی دورش که تموم شد. دومین اشتباهی که بزرگ اردوغان میکنه، انقدر حریصه برای قدرت که اردوغان میدونه که در سال 2014 موقعی که دوره سوم صدر اعظمیش به پایان برسه، طبق قانون دیگه نمیتونه انتخاب بشه. اون میخواست که در واقع به خاطر حریص بودن در قدرت، میخواست یک سیستم پرزیدیال به وجود بیاره. سیستم پرزیدیال به این معنا که در واقع قانون اساسی رو عوض بکنه، رئیس جمهور قدرت داشته باشه، قدرت سیاسی رو، و اون به عنوان رئیس جمهور دوباره انتخاب بشه. همون کاری که پوتین در واقع به صورت شیوه دیگه، همین این باعث شده که با عبدالله گل اختلاف بگیره. این بزرگ، این دوم اشتباهی بزرگشه. یعنی داره حریص بودن به قدرت، اون ادعا میکنه که دیکتاتور نیست. ولی متاسفانه میدونین که موقعی که ادعا میشه من محبوب ترین افر فرد این جامعه هستم، همیشه یواش یواش آدم تبدیل به قدرتی میشه و به سوی دیکتاتوری و شیوه دیکتاتوری پیش میره. و همین کارا اردوغان با آوردن پلیس و هزاران پلیس در پریشب روز شنبه در میدان تقسیم انجام داد، اون کاری که در واقع مبارک و افراد مبارک در میدان تحریر در قاهره انجام دادن. اشتباه سوم اردوغان این بود که توجهی به اپوزیسیون در واقع داخل کشور نکرد. یعنی تمام احزاب اپوزیسیون و حتی نیروهای زیادی بهش انتقاد کردن که تو نباید کاسه داغ‌تر از آش بشی در رابطه با سوریه و دخالت بکنی و بیش از 600-700 هزار نفر از نیروها و افراد سوریه رو وارد کشور بکنی، که در بین اونها رادیکال‌ترین نیروها وجود داره، همین پریشب نیروهای مذهبی و جبهه النصرت. همین پریروز دو روز پیش دولت اردوغان خودش اعلام کرد که 12 نفر از نیروهای النصرت، یعنی جبهه در واقع القاعده داخل سوریه، را در ترکیه اینها تسکیر کردن که اینا میخواستن به پایگاه‌های نظامی هوایی آمریکا حمله بکنن. یعنی در داخل ترکیه اینا را دستگیر کردن. یعنی در واقع تمام نیروها بهش گفتن آقا دخالت نکن. موقعی که آمریکا و ناتو حاضر نیست دخالت بکنه، تو ادعا میکنی که دخالت نظامی خواهی کرد، بشرازا ساقط خواهی کرد و در سایه آمریکا میخوای چنین کاری بکنی، در سایه که آمریکا میگه نه، تا به حال این کار نکرده. اشتباه چهارمی که به نظر من اردوغان کرد اینه که در مدت بسیار کوتاهی میخواست نقش ارتش کمالیست در واقع از بین باره، کمالیستا رو، ارتشی که همیشه ادعا میکرد که حامی و حافظ قانون اساسی مدنی این کشوره و جنرال ها چنین ادعای میکردن. و ما میدونیم که در این اواخر بیش از 300 نفر از جنرال های ارتش رو اون نه تنها تعویض کرد، بلکه عده زیادی رو به زندان انداخت و گفت توطئه کردن و میخوان ترور بکنن. ولی مهمتر کار اشتباهی که کرد در چند روز پیش قانون الکل که گذاشت، قانون الکل رو گذاشت و سخنرانی هم کرد. این سخنرانیش خیلی مهمه. سخنرانی برای مردم کرد، گفت یا شما قانون 2 دائم الخمر رو می‌خواید
به این معنا که دو دامرخان منظورش آتاتورک بوده و صدر اعظم آتاتورک اینونو بوده اینونو. که در سال 1000 اسمت اینونو که در سال 1926 در واقع ممنوعیت الکل رو از بین بردن، لغو کردن قانونو و سال 1926 اجازه دارن مردم در واقع الکل استفاده بکنن و مغازه الکل فروشی در داخل مشروب فروشی در داخل ترکیه بشه. ولی مهمتر از همه این صحبتشه، میگه یا باید قوانین دو فرد در واقع دامالخم رو بپذیرید، این دو نفر که اینا در واقع قهرمانان ملی هستند برای عده زیادی از مردم ترکیه، یا اینکه باید قوانین الهی رو بپذیرید. قوانین الهی یعنی در واقع از اون زمان، از دو سه هفته پیش در واقع در مردم این جنب و جوش به وجود آمده که این داره ما رو قدم به قدم به طرف اسلامگرایی میبره و به طرف رویای امپراتوری عثمانی میبره. امپراتوری عثمانی. این اشتباهاتی بزرگی کرده که امروز توده عظیمی و مهمتر از همه ادعا میکنه، همونطور که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، پادشاه بحرین ادعا میکنه و حتی خود بشار اسد ادعا میکنه، میگه خارجیانن که باعث شدن که اینها به خیابونا برن. توجه کنید میلیون ها از افراد سکولار، احزاب سکولار، دانشمندان، روشنفکران، کارگران، زنها با افراد بچه هاشون، سندیکه ها و دیگران در کنار هم به خیابون میرن و اون صحبت از این میکنه که اینها اوباشن و خارجیان پشت این اوباشن. درست همه حرف جمهوری اسلامی، همین حرف مرسی هم اینو میگه. در واقع باید به این اشتباهات پی برد، اشاره کرد و نشون داد که چرا یک چنین جنبش عظیم به وجود آمده که این جوانی که امروز همه امروز در گزارش میگفت کار اردوغان تمومه، باید استعفا بده و خواهان سقوط و استعفای اردوغانن. حتی در حزب خودش، در حزب عدالت و توسعه، افراد مانند گل و دیگران خواهان این نیستن که این بیاد رئیس جمهور آینده کشور بشه، 15 سال هم دوباره رئیس جمهور بشه و قدرت رو دست بگیره و در واقع با شیوه دیکتاتوری بخواد حکومت بکنه. شما میدونید که بعد یه مسئله که بسیار مردم رو عصبی کرده بود اینه که این میدان تقسیم، یک پارک بزرگی میدونید اونجا هستش که این پارک رو حدود 50 سال پیش ساختن و این تفریحگاه مردم بوده، توریستا میمدن درست جنب خیابونای اصلی. این اومده و تصمیم داره توی استانبول تصمیم دارن که اینجا رو بردارن مرکز تجاریش بکنن. مردم اومدن تو خیابون اعتراض کردن، این کارو باید شورای شهر رسیدگی بکنه، شهردار باید بهش رسیدگی. این اومده به عنوان نخست وزیر ترکیه سخنرانی کرده که نخیر ما این مرکز تجاری رو درست میکنیم و بیخودم اینا اومدن تو خیابون. مردم میگن اصلا این ارتباطی به این نداره، این یه موقع شهردار اینجا بوده. میدونید که یه موقع شهردار استانبول بوده. ببینید همون رویای امپراتوری عثمانیه. یعنی در واقع من یادمه موقعی که ما سفر میکردیم به لیبی، در واقع یکی از رویایی که قذافی داشت و همونم باعث سقوطش شد این عظمت طلبی بود. یعنی در واقع بزرگترین پروژه ها رو باید درست کنه، عظیمترین پروژه ها، بزرگترین فرودگاه ها، بزرگترین چیزهای صنعتی و در واقع تمام پولایی که لیبی به دست می آورد خارجیان که وارد می شدن به این عنوان ازش می گرفتن و این پروژه ها به درد خور نبودن. یکی از اون پروژه هایی که در چندین بار صحبت کردیم همون کانال های آب بود که قذافی میخواست 2000 کیلومتر به شرق و غرب و جنوب و شمال کانالای عظیم آب بکشه که این کشور رو در واقع شکوفایی متأسفانه شکست خورد. ببینه همون کار اردوغان میخواد بکنه. یعنی اینی که مردم بر علیش مخالفت کردن فقط مطلب پارک گزی نیست که در اونجا میخواد اون رویای اون سربازخانه عثمانی که عظمتی داشت در این پارک بوده قبلا اینو دوباره بسازه، بلکه همین چند روز پیش در واشنگتن آقای اردوغان سخنرانی میکنه، میگه من بزرگترین فرودگاه جهان رو در استانبول میسازم، 29 میلیارد دلار خرج این فرودگاه و بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود. بعد داره در واقع کارهای انجام میده که من چند تاشو اینجا یادداشت کردم. میخواد در واقع سومین پل روی تنگه بسفور رو بسازه، 1 کیلومتر و 300 متر در واقع این طول این پله و خودش شخصا رفته و اسم این پل هم گذاشته سلطان سلیم. سلطان سلیم همون کسی بود که باعث کشتار عده زیادی از علوی ها شده و امروز علوی ها نه تنها به خاطر سوریه، به خاطر اون مسئله تاریخی هم بر علیه آقای اردوغان دارن مبارزه میکنن. خیلی قدرتن علوی ها در ترکیه. طبیعیه. بله. و این مسائلی است که در واقع این عظمت طلبی و قدرت طلبی و این که تمام فکر و ذکرش رویای
عظمت عثمانی است و عظمت عثمانی هم در واقع مسئله عظمت خلافت بود، اسلام بود، و این داور دروغاره میخواد اینو بیدار بکنه، روشن بکنه و در واقع در ترکیه پیاده بکنه. و طبیعتاً ترکیه ای که سکولاره، توده های عظیمی با اروپا سر و کار داشتن، فقط در آلمان میدونی 3 میلیون 4 میلیون ترک زندگی میکرده، اینا دیگه قابل اینو نمیپذیرن، جوان ها اینو نمیپذیرن، جوان ها طرفدار آزادی و دموکراسی و حکومت سکولارن و متوجه میشن که روز به روز متاسفانه اردوغان در این مسیر داره قدم برمی‌داره. بعد مرتب قوانین ضد سکولارا رو دارین. مثلا در دانشگاه اگه یادتون باشه که ورود محجبه‌ها قدغن بود، اینو از بین برد. همسر خودش محجبه است، میدونید که خیلی هم به این مسئله چیز میکنه، افتخار میکنه که زن من محجبه است. و قوانین، تمام قوانینی که در زمان بسران نخست وزیرای سکولار در ترکیه تدوین شده بود و به اجرا گذاشته، همه اونا رو از بین برده و یه دیکتاتوری مذهبی در حقیقت واقع. من با یکی از این بچه‌هایی که جزء به اصطلاح چیز قسمت ترکیه دویچه وله کار میکنه هنوز ارتباط دارم، بله. او همیشه به من میگفت این یک دیکتاتور مذهبیه کاملن. و در خارج کاملن. از کشور خارج از ترکیه متاسفانه اینو به عنوان یه آدم مصلح اجتماعی که خیلی خدمت کرده، درسته از نظر اقتصادی خدمت کرده به ترکیه، بله. ولی بسیار آدم دیکتاتوریه. از نظر اقتصادی پینوشه هم خدمت میکرد، بله. به شیلی، ولی دیکتاتوری، بله. که چندین ده هزار نفر رو به قتل رسوند و البین برد. من متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شد. دکتر دانش دیدم نوشته آقای وارتان که برنامه ما وقتش تموم شد. من زیاد صحبت کردم، این برنامه امشب فشرده بود. هفته دیگه میگم، هفته دیگه چهارشنبه ما باید راجع به مسائل دیگری صحبت کنیم، به خصوص راجع به حماس. بله، من فکر کردم که یه اشاره کوچیکی میتونیم به حماس بکنیم، چون حماس امروز اعلام کرده که این به اصطلاح رابطهش با جمهوری اسلامی به هم خورد بعد از میلیاردها کمک. حماس هم در این رابطه خیلی مهمه. میدونی یکی از پشتیبانان سازمان تروریست حماس خود اردوغانه. یعنی بعد از اینکه حماس رابطهش با جمهوری اسلامی به هم خورد، اردوغان حمایت شدیدی از حماس میکنه. چرا؟ برای که حماس نزدیک با اخوان المسلمینه. یعنی در واقع اردوغان هم کسی که پشتیبانی شدیدی از اخوان المسلمین در کنار قطر داره. یادتون که عضو حزب اربکان بود. کاملا. یعنی در واقع نقش اردوغان در منطقه روی کار آوردن اخوان المسلمینه و چنین نقشی رو حتی در مبارزه با عربستان سعودی هم داره بازی میکنه. و جالب اینه که دیلی تلگراف روزنامه انگلیسی امروز مطرح کرده که دولت ایران، جمهوری اسلامی ایران ماهانه 23 میلیون دلار بودجه دولتی حماس تامین میکرده از سال 2006 تا به حال، و این بودجه را قطع کرده به خاطر اینکه در واقع حماس در کنار قطر قرار گرفته، مخالف بشار اسد و در کنار ترکیه قرار گرفته. توجه بکنین فقط این بودجه‌ای که در دولت حماس جمهوری اسلامی میاده در مدت 7 سالی که داده 2 میلیارد و 100 میلیون دلاره. این بودجه رسمی بوده، که بودجه دولتی حماس بوده. به حماس به این خاطر جمهوری اسلامی پول میده که در واقع بودجه دولتی شاین بشه. پولهایی که با چمدون میرفتن میگرفتن و رهبران حماس میرفتن میگفتن اینا رو حساب بکنیم، و بودجه ای که برای رزمندگان حماس خرج میکرد جمهوری اسلامی و اونا رو وارد ایران میکرد، پول سفرشون رو میداد، در ایران اینا رو تعلیم میداد، اونا رو بگذاریم. یعنی بیش از 3-4 میلیارد دلار در مدت کمتر از 7 سال جمهوری اسلامی با این وضع خراب مردم ایران که نیمی در فقر مطلق زندگی میکنن فقط به حماس کمک کرده، پول نقد. حالا که حماس رفته اون وقت. بله، حماس رفته اون وقت. بله، خیلی سپاسگزارم دکتر دانش از این بحث. حالا در برنامه چهارشنبه راجع به مسائل دیگه صحبت خواهیم کرد. امشب بیشترین صحبتمون راجع به ترکیه و مسائل مربوط به حماس بود. خب همینان گرامی، به همین جا برنامه امشب ما به پایان رسید. سپاسگزار از توجه شما به این برنامه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.